گراف را که اینجا داریم نشان دهنده پنج تای اولی این دور دیفی داده شده است. جواب بخش مورد مختلفی در این مورد این این دور دیفی داده شده است. جواب های درست را انتخاب نمایید. پس اینجا هر علامه ای که وجود دارد این نشان دهنده محور افقی است. در دوره اول دوره یک مساوی به چهار است و در محور عمودی دوره بی ردیف بی که یک را نشان میدهد و این کار می توانیم که برای هر نقطه ای که اینجاست انجام بدهیم. پس باید قیمت های این را دریافت بکنیم. خب ما ردیف ای را داریم و همینجا ردیف بی پس دوره اول در ردیف ای مساوی است به چهار زمانی که ای مساوی به چهار باشد دوره اول B مساوی به یک خواهد شد دوره دوم در ردیف ای مساوی به هفت است و وقتی که ردیف ای مساوی به هفت ردیف بی نیز مساوی به هفت خواهد بود دوره سوم ردیف ای ده هست تا ردیف بی سیزده حالا در دوره چهارم ردیف ای مساوی به سیزده است و ردیف بی مساوی به نوزده خواهد بود و در نهای دوره پنجم رو داریم در این دوره و ردیف ای مساوی به شانزده است و ردیف بی مساوی به بیست پنج حالا قبل از اینکه با آن نگاه کنیم بیایید ببینیم که با این گراف چی کار کرده می توانیم حالا با ردیف یک با چهار شروع شده بود کار خود را آغاز میکنیم و هر مرتبه سه تا به آن اضافه میکنیم به خاطر رفتن از یک دوره به دوره دیگر باید که جمع سه بکنیم حالا با ردیف بی باید چه کار کنیم؟ خب ردیف B با یک شروع میکنیم و به نظر می رسد که در هر دوره شش تا به آن اضافه کنیم. پس وقتی که به ردیف A سه تا اضافه شد ما به جهت افقی در حرکت هستیم به این دلیل که ردیف A نشان دهنده محور افقی است باید که در محور عمودی شش تایی بالا برویم و اینجا می‌بینیم در ردیف A در هر دوره اش سه تا اضافه می و وقتی که به آن سه تا اضافه شد در ردیف B در هر دوره اش شش تا اضافه خواهد شد خب به کار ما ادامه می دهیم. حالا باید ببینیم که کدام یک از این جوابهایی که اینجا وجود دارد قابل تطبیق است در هر دوره ردیف ای ما دوره ها را زرد در دو می کنیم بعد منفی هفت می تا این که ردیف بی را به دست بیاوریم که این کار درست خواهد بود یا خیر پس نظر به این رویشی ای را که گفتیم می که آن را زرد بکنیم و بعد منفی هفت کنیم و جواب خود را به دست آوردیم میبینیم آیا یک مساوی است با دو زردر در هشت منفی هفت ببخشید دو زردر در چهار منفی هفت پس دو زردر در این عدد دو زردر در چهار منفی هفت خب هشت منفی هفت مساوی است با آیا این مساوی است با دو زردر در هفت منفی هفت خب بله این مساویست به هفت آیا سیزده مساویست با دو زر در ده منفی هفت خب بیست منفی هفت مساویست به سیزده آیا نوزده مساویست با دو زر در سیزده منفی هفت 26 شش منفی هفت میشود نوزده آیا بیست و پنج مساوی میشود به دو زر در شانزده منفی هفت خب سی و دو منفی هفت مساویست به بیست پنج پس جواب اول کاملا درست است. حالا بخاطر به خاطر به دست آوردن قیمت ردیف B آیا دو را ضرب در قیمت ردیف A منفی هفت کنیم؟ حالا دومی را میبینیم. قیمت ردیف B معمولا بزرگتر یا هم مساوی است با قیمتی که در ردیف B قرار دارد. خب این درست نیست. این در مورد هر دویان درست است. اینجا برای دوره سومی، چهارمی و پنجمی هم خب راستش برای دوره های دوم و و چهارم و پنجم ردیف B مساوی یا هم بزرگتر است از ردیف A ای. ولی این حرف در مورد دوره اول مطابقت نمی کند این که ردیف A بزرگتر است پس این درست نیست به خاطر به هم رساندن این نقاط باید که سه واحد در این اضافه کنیم و شش واحد نیست آنجا اضافه کنیم خب این همان چیزی است در موردش صحبت میکردیم در ردیف A و محور افقی باید که در هر دوره سه تا اضافه کنیم در حالی که ردیف بی را روی محور عمودی ترسیم می کنیم و هر دوره شش تا به آن اضافه می شود پس ما سه به طرف راست و شش تا به طرف بالا اضافه کردیم و این کاملا درست است دوره دوم هر دو ردیف مساوی به هفت است و درست آن را اینجا می بینیم دوره دوم مساوی به هفت است ما یک هفت را اینجا داریم و هفت دیگر را نیز اینجا و هر دوی آن درست است پس تنها جواب در دست نبود جواب دومی است